بخش نهم، شازروان. شازروان، این واژه به معنای سرپرده، بنیاد، اصل و ریشه است. قسمتی در بیخ دیوار کعبه، زمانی که در بازسازی کعبه در سال 1040 هجری ساختمان ساخته شده، قدری کوچکتر از ابعاد اصلی و به عبارتی کوچکتر از خانه‌ای شد که ابراهیم خلیل بنا کرده بود. این قسمت را به صورت شیبی از بیخ دیوار کعبه فعلی تا نقطه ابعاد اصلی خانه ساختند تا نشانه ای از ابعاد اصلی خانه کعبه باشد. ارتفاع آن کم است و سنگی مایل است که در سه طرف کعبه را احاطه کرده است و بخش تحتانی دیوار کعبه را تا روی زمین پوشانده است. بخش دهم، حجر اسماعیل. حجر اسماعیل فضایی است بین کعبه و دیواری نیم دایره به عرض 10 متر که از رکن عراقی تا رکن شامی را شامل می شود. دیواری است با ارتفاع 1.3 متر که قوسی شکل بوده و حجر اسماعیل نامیده می شود. این قسمت یادگار زمان ابراهیم و اسماعیل می باشد که در زیر آن اسماعیل و مادر بزرگوارش هاجر مدفونند و به گفته ای بسیاری از پیامبران در زیر آن آرمیدند و مدت زمانی پس از بنای کعبه ساخته شده است. در طواف این قسمت نیز جزو خانه کعبه به حساب آمده است. بخش 11، مقام ابراهیم. سنگی است به طول و عرض 40 سانتی متر که جای پایی بر آن به چشم می خورد و در مقابل خانه کعبه قرار دارد. حجاج بعد از طواف واجب می باید که در پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز به جای آورند. نماز طواف نسا نیست پشت مقام ابراهیم خوانده می شود. این مقام یکی از شعائر الهی خوانده می شود، چنان که در قرآن آمده است: و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این سنگ به شکل تقریبی مربع با طول و عرض 40 سانتی متر و ارتفاع تقریبی 50 سانتی متر است. رنگ آن رنگی میانه زرد و قرمزی متمایل به سفید است. از زمان مهدی عباسی بدین سو این سنگ با طلا پوشانده شد و در محفظه ای قرار گرفت تا صدمه ای نبیند. بخش 12، زمزم. زمزم در نزدیکی مقام ابراهیم و در 18 متری کعبه در زیر زمین واقع است و آب آن توسط پمپ از طریق لوله کشی به زائری می رسد. چاه زمزم از دیگر آثار مسجد الحرام است که با نامهای چاه اسماعیل، حفیره عبدالمطلب، شفا، سقم، آفیه، میمونه، تقم، برکه و بره شناخته می شود. این چاه در قسمت شرقی مسجد الحرام قرار دارد و همانند دیگر مشاهد حج از آثار ابراهیم، اسماعیل و هاجر است. پس از آنکه ابراهیم همسر و فرزندش را ترک کرد، تشنگی بر آنها چیره شد. هاجر به دنبال آب میان صفا و مروه دوید. سرانجام زمزم برای حفظ جان اسماعیل و هاجر جوشید. چشمه ای مبارک در دره‌ای که خانه پرستش در آن واقع شده است.